انقلاب مذهبی آرزوی ما، آرزوی ما هدف تظاهرکنندگان است. انقلاب های مخملی یا رنگی یکی از شیوه های براندازی نرم می باشد که نافرمانی مدنی پایه آن است. این روش در مراکز جاسوسی غرب علیه کشورهای هدف طراحی و توسط مؤسسات به ظاهر علمی، هنری و فرهنگی مانند بنیاد سوروس اجرا می گردد. شیوه طراحی و اجرا در همه موارد شباهت زیادی با هم دارد که به منظور دریافت تحلیل صحیح ابتدا به دو نمونه آن اشاره و سپس به بررسی انقلاب رنگی در ایران می‌پردازیم. ابتدا گرجستان. این کشور با توجه به مرز مشترک با روسیه اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ناتو داشت. بنابراین تغییر حاکمیت به طور جدی در دستور کار بنیاد سوروس قرار گرفت. در انتخابات پارلمانی 2003 دو ائتلاف گرجستان نو و ترویکای گرجستان که وابسته به غرب بود به رقابت پرداختند. به طور کلی انقلاب مخملی گرجستان که انقلاب گل رز معروف شد دو مرحله داشت. مرحله اول قبل از انتخابات. 1. تزریق کمک های مالی فراوان به حزب وابسته به غرب. 2. حمایت وسیع رسانه‌ای در داخل و خارج از کشور از حزب وابسته به غرب. 3. تخریب حزب رقیب به وسیله که شایعات سهمگین از جمله متهم نمودن آنان به دروغگویی و سیاه‌نمایی. 4. اعلام پیروزی حزب وابسته قبل از آغاز رأی‌گیری و زمینه‌سازی برای الغاء تقلب گسترده. مرحله دوم پس از انتخابات. با اعلام شکست حزب وابسته به غرب مراحل ذیل انجام گرفت. 1. اعلام تقلب گسترده و تقاضای ابطال انتخابات. 2. دعوت از مردم برای انجام نافرمانی مدنی و حضور در خیابان‌ها با گل رز و اهدای آن به مخالفان. 3. تصویر پارلمان و ممانعت از به دست گرفتن قدرت توسط حزب پیروز. سرانجام به دنبال فشار کشورهای غربی و تحسن مردم، شوارتنازه مجبور به استعفا گردید و حزب وابسته به غرب به حاکمیت رسید. 2. اوکراین. دومین کشور بزرگ اروپایی است که با توجه به منابع غنی و هممرزی با روسیه طعمه‌ای مناسب برای غرب بود. در سال 2004 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری دو نامزد به رقابت جدی پرداختند که یکی از آنان مورد رضایت غرب بود. مراحل انجام انقلاب نارنجی در اوکراین قبل از برگزاری انتخابات. 1. حمایت شدید مالی از نامزد وابسته به طوری که پس از انجام پروژه روزنامه نیویورک تایمز از 65 میلیارد دلار هزینه آمریکا پرده برداشت. 2. حمایت وسیع رسانه‌ای در داخل و خارج از نامزد مورد حمایت غرب. 3. تخریب نامزد رقیب به وسیله شایعات وسیع از جمله متهم نمودن وی به دروغگویی و سیاه‌نمایی وضع موجود. 4. اعلام پیروزی نامزد وابسته قبل از آغاز رأی‌گیری و زمینه‌سازی برای الغاء تقلب گسترده. اما نتیجه انتخابات مورد علاقه غرب نبود. به یک بار رسانه‌ها با اعلام تقلب گسترده از هواداران خواستند تا با انجام نافرمانی مدنی و استفاده از رنگ نارنجی مانع از به قدرت رسیدن نامزد پیروز شوند. مرحله دوم انقلاب نارنجی به سرعت آغاز گردید. رسانه‌های غربی به جنجال آفرینی پرداخته و رنگ نارنجی میدان‌های اصلی پایتخت را فرا گرفت و مردم متحسن مانع حضور رئیس جمهور قانونی در محل کار شدند. بنابراین دولت مجبور شد انتخابات را باطل اعلام نماید و این آغاز ماجرا بود، چرا که غرب مدعی شد دولتی که تقلب کرده نمیتواند انتخابات سالم برگزار نماید. در نتیجه 12,000 ناظر خارجی برای انجام انتخابات بدون تقلب به آن کشور گسیل شدند و نتیجه پیروزی نامزد طرفدار غرب شد.
طراحی انقلاب رنگی این بار در ایران. با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، تاکتیک غرب در برابر ایران اسلامی تغییر کرد. عوامل غربی و رسانه‌های آنان که همواره انتخابات را تحریم می‌کردند، از مردم می‌خواستند که در انتخابات شرکت نکنند تا مشروعیت نظام زیر سوال رود. ما پای صندوق رأی نمی‌دیم. من رأی نمی‌دهم. تحریم. در مورد انتخابات تحریم گورستانی بلاغه. انتخابات تحریم. وقتی که میگوییم انتخابات را تحریم کنیم، روز انتخابات یعنی رأی ندهیم. در خانه ها بمونید و چون واحد سیار گذاشتن که و اونا از اونام رأی بگیرن، اگر به خونتون زنگ زدن در وا نکنید. حتی اگه فامیلتون باشه اون باید زودتر از ساعت 4 بعد از شب 5 6 بیاد خونتون بمونه. اون موقع روز حرکت نکنه با بیاد مهربانی که نهار منزل شما باشه. رأی ندهی. اما این بار نه تنها از تحریم خبری نبود، بلکه به تبیین نظرات کاندیداها پرداختند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم مردم را دعوت به شرکت در انتخابات می‌کردند. با این تفاوت که از مردم می‌خواستند به آقای احمدی نژاد به هیچ عنوان رأی ندهند. در ایران یک انقلاب آرام داره انجام میشه، یک انقلاب غیر خشونتبار. حول انتخابات اتفاقا تاکتیک های مبارزات بی خشونت هم به خوبی